سلام عرض می کنم بهاره کنزازی هستم چکیده ای از مجموعه مقالاتی رو خدمتتون ارائه میدم که رفتارها و تغییر ساختار مباد رو تحت میدانهای شعوری بررسی کرده همکاران من در این پژوهش جناب آقای محمد علی تاهری مبده و بنیانگذار و نظریه پرداز میدانهای شعوری و جناب آقای سینا موسوی هستند تئوری بنیادی این تحقیق طبق گفته محمدعلی تاهری بر این مبناست که جهان هستی از سه عنصر اصلی شعور، ماده و انرژی تشکیل شده که قابل تبدیل به یکدیگر هستند. میدانهای شعوری در از بخشی هستند از شبکه شعور کیهانی که از اون به عنوان اینترنت کیهانی هم یاد میشه و میدان پیوند شعوری همونطور که در شکل میبینین است بین شعور کل و شعور اجزا تحقیقاتی هم که در امروز خدمتون معرفی میشه روی تأثیرات میدانهای شعوری بر مواد و مشاهده تغییرات اونها نسبت به نمونه های کنترل تمرکز دارند. برای این تحقیقات یک چهارچوب با فازهای مختلف تعریف شده به گونه اینکه هر بخش بتونه به بخشی از سوالات جواب بده اینکه آیا اساسا میدانهای شعوری وجود دارد یا خیر تا سوالاتی که مکانیزم عمل میدان شعوری رو پاسخ میگه و در نهایت نتیجه گیری های کلی تحقیقات میدانهای شعوری از طریق پروسه درخواستی که در وبسایت کازمو قرار داده میشه و در اون نام و تعداد نمونه ها ذکر میشه قابل برقراری هست. تمام آزمایشات و تحقیقات در این پروسه دو سرکور بودن یعنی فرد برقرار کننده اتصال از جزیات آزمایش بیخبر هست و تکنسیان های آزمایشگاه از روند اعمال میدان های شعوری کاملا بی اطلاع بودند. چهار تحقیق مختلف امروز ارائه میشن تاثیر میدان شعوری بر روی سرطان بتون، خواص آلومینیوم خالص، سنتز گیاهی نانوزرات نقره و در نهایت خردایش مک... مکانیکی سیلیس خالص. اولین تحقیق در مورد تاثیر میدانهای شعوری بر سرطان بتون هست که در اصل واکنش قلیایی است در بتون که منجر به انبساط و ترک خوردن بتون میشه. همینطور که در جدول ها میبینید، مقایسه بین نمونه کنترل و نمونه های تحت میدان آورده شده نتایج نشون میده که میدان پیوند شعوری انبساط بتون رو افزایش داده تا 56 درصد و میدان دیگری که اینجا کد اصطلاحا اچ خورده سرطان بتون رو کاهش داده تا 10 درصد برای اینکه بیشتر با روند این کاهش آشنا بشیم آزمایش های تکمیلی در ادامه آورده شدند آزمایش الو میزان جذب آب رو در نمونه های تحت میدان متفاوت نشون میده 5 و دهم و 13 درصد این احتمال رو ایجاد میکنه که میزان حضور سایر عناصر و درصد وزنی اونها تغییر کرده باشه که در جدول پایین XRF میبینیم که تغییرات دارن از اونجایی که همه نمونه ها تو یک شرایط و با یک سیمان ساخته شده بودن این احتمال رو داره برای ما ایجاد میکنه که ممکنه تغییر عناصر تغییر ماده رو در نمونه های تحت میدان شعوری ایجاد کرده باشه نتایج ایکساردی نشون داد که چطور هر گروه از نمونه های تحت میدان ترکیبات شیمیاییشون فراوانی متفاوتی را ایجاد کرده نمونه های شاهد با رنگ زرد نشون داده شدن و با وجود اینکه همه از یک مخلوط سیمانی تشکیل شدن اما میزان ترکیبات شیمیایی اونها کاملا با هم متفاوت هست. نتایج SEM تغییراتی رو در تشکیل ژل که سبب ایجاد ترک میشه در اطراف سنگدانه نشون میده همچنین ترکیب وزنی عناصری که در این ژل ها هست هم در جدول نشون داده شده که کاملا با هم دیگه متفاوت هستند. از این تحقیق میتونیم به طور کلی نتایج زیر رو بگیریم که در وهله اول میدان شعوری تاثیرگذار هست میدان شعوری اش سبب کند شدن انبساط بتون شده و میدانهای شعوری متفاوت تأثیرات متفاوتی رو هم بر مواد دارن. همچنین نتایج XRF به ما این احتمال رو میده که ماده تغییر کرده و میتونه جرم ماده نیز تغییر کرده باشه. پژوهش دوم در مورد تاثیر میدان پیوند شعوری بر روی خواص آلمینیوم خالص هست. در این تحقیق از یک شمش استفاده شده و تحت یک شرایط ریختگری شدن با قالب با پیشگرمایش و بدون پیش نه نمونه تحت میدان شوری، شش نمونه به عنوان شاهد استفاده شد، آزمایش های XRD، مقاومت به خوردگی، مقاومت الکتریکی و سخت سنجی انجام شد. نتیجه XRD برای نمونه های بدون پیشگرمایش نشون داد که کریستالات سایز اندازه بلورک نسبت به نمونه شاهد کاهش پیدا کرد میکروکورنش در هر تو نمونه نسبت به نمونه های شاهد افزایش پیدا کرد و بزرگترین تغییرات در بخش اویوب کریستالی بود که تغییرات بزرگی را داشتیم در نمونه هایی که با پیشگرمایش آزمایش شدن هم جابجایی و عیوب اعداد بزرگی رو تفاوت بزرگی رو نشون میدادند از جمله بویوب اینترنزیک از اونجایی که در این تحقیق آلمینیوم خالص استفاده شده بود مواد خالص یا مانند عناصری که در جدول مندلیوف هستند خودشون دارای یک شعور ثابت هستند و میدان پیوند شعوری که جز میدانهای شعوری متغیره بر خیلی از خواص اینها ممکنه تاثیرگذار نباشه و همچنان برخی از رفتار اونها در حالت ثبات خودش باقی بمونه از ولی از اونجایی که شبکه کریستالی شبکه ای از مجموعه اتم ها هست میدان پیوند شعوری بر خواص جمعی شبکه اتمی اثرگذار بوده و این میدان باعث بینظمی در ساختار شبکه کریستالی شده اما همونطور که دیدیم برخی از خواص و رفتار آلمینیوم همچنان در ثبات باقی مونده بودند تحقیق سوم در مورد تاثیر میدان پیوند شعوری بر سنتز گیاهی نانوذرات نقره بود برای این تحقیق ده نمونه آماده شد، پنج تا شاهد و پنج تا تحت میدان، همه آزمایش به صورت دو سرکور انجام شده، تست های DLX, XRD, TEM و زتا پتانسیل برای نمونه ها صورت گرفت. نتایج XRD نشون داد که فاز کلورید نقره در نمونه های تحت میدان پیوند شعوری بیشتر تشکیل شده، کریستالات سایز 44 درصد تحت میدان پیوند شعوری کاهش پیدا کرده بود. نتایج DLS نشون میده که میانگین اندازه ذره در نمونه های تحت میدان شعوری بزرگتر از نمونه های شاهد بود. نتیجه TAM نشون میده که نمونه های تحت تاثیر میدان پیوند شعوری به طور میانگین اندازه ذرات بزرگتری دارند به طوری که در میانگین 29 درصد اندازه ذرات بزرگتر هست و این شاید اصلی ترین یافته یا این تحقیق باشه. آخرین تحقیق در مورد تاثیر میدان پیوند شعوری بر روی خوردایش مکانیکی سیلیس خالص هست سیلیس خالص مستقیما از معدن تهیه شد ده نمونه که پنج تای اون تحت میدان قرار گرفتند های tm DLS, xrd پتانسیل بر روی همه نمونه ها انجام گرفت از نتایج میبینیم که میکروکرنش بیش از 80 درصد در نمونه های تحت میدان پیوند شعوری کمتر هست یعنی در شبکه داخلی تنش و اعوجاج در این نمونه ها کمتر ایجاد شده نتایج پتانسیل زتا در بد به سنتز نشون میده که نمونه هایی که تحت میدان هستن نویزهای فراوانی دارن و اصطلاحا این پتانسیل زتا معادل صفر در نظر گرفته میشه این نویزها به دلایلی ایجاد میشن که یک ماده داره ترکیب شیمیایی متفاوته و این ترکیب ها خودشون رو اثرشون رو در آزمایش پتانسیل زتا نشون میدن چون سیلیس خالص هست این احتمال رد هست همچنین ممکنه ماده ذرات ریز داشته باشه که پولی دیسپرس باشن و اطراف ذرات بزرگ چسبیده باشن و در گرفتن تست پتانسیل زتا ایجاد نویز بکنن برای این منظور نمونه ها در حمام اولتراسونیک قرار گرفتن اگر ذره ریزی وجود داشت میبایست بعد از اولتراسونیک خودش رو بهتر نشون بده که این مسئله مشاهده نشد و میتونیم دست یکی از دستاورت ها رو به این شکل قلم داد بکنیم که میدان شعوری بر بار الکتریکی سطح ذره در ابتدای سنتز تاثیرات معناداری گذاشته از مجموع این تحقیق میتونیم این نتیجه ها رو دریافت بکنیم که میدان شعوری نتایج تکرارپذیری رو و معناداری رو بر مواد میذاره. میدانهای شعوری متفاوت اثرات متفاوتی را بر مواد ایجاد می کنند. میدانهای شعوری در ساختار اتمی و واکنش های شیمیایی مداخله می کنند و تأثیرات خودشون را از طریق این فرایندها بر مواد به جا می گذارن. همچنین احتمالاتی وجود داره که ماده شعور و انرژی در تبادل بین رفتار و ساختار مواد در حال تبدیل شدن به یکدیگه هستند. همونطور که مشاهده میکنین تحقیقات گسترده بر روی مواد در دست اقدام هست از جمله رفتارهای کششی فولادها رفتارهای حرارتی سایر رفتارها و تغییرات سیمان و بتون و همچنین بررسی زوایای تماس آب که در وبسایت در دسترس عموم قرار خواهد گرفت این پژوهشها ها توسط محققین مرکز تحقیقاتی کازمو اینتر و انجام رسیده بود متن کامل مقالات از وبسایت کازما اینتر قابل دریافت هست در انتها از همه عزیزانی که علاقمند به همکاری هستند در زمینه پژوهش میدانهای شوری دعوت میشه که اطلاعات تماسشون رو در وبسایت کازما اینتر قرار بدن و در انتها از توجه شما سپاسگزاری میکنم پایدار باشید